به نام خداوند توانا، عرض سلام و درود دارم حضور همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز چینل یوتیوب AFGNews. AFGNews یگانه منبع دقیق ترین و معتبرترین اطلاعات روز. بینندگان عزیز، شما را به یکی دیگری از برنامه های معلوماتی چینل یوتیوب خودتان یعنی AFGNews خیلی ها خوش آمدید میگویم. آرزو دارم موضوع انتخاب شده معلوماتی این برنامه ما مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. در این برنامه معلوماتی میپردازیم به زندگی نامه گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان. اما قبل از این که وارد موضوع اصلی برنامه خود شویم و پرده از پوشیده ها ببرداریم، از شما صمیمانه دعوت میکنیم لطفاً چینل یوتیوب خودتان AFGNews را سابسکرایب نموده و علامت زنگ را فشار دهید تا همیشه بیننده برنامه های معلوماتی من از این دریچه بمانید. زندگی شخصی و سیاسی گلبدین حکمتیار. گلبدین حکمتیار در 5 سرطان سال 1326 خورشیدی در ولسواری امام صاحب ولایت کندوز در خانواده پشتون از قبیله غلزایی به دنیا آمد. او برای دوره کوتاهی رشته مهندسی را در دانشگاه کابل تعقیب نمود، ولی قبل از تکمیل تحصیل به اثر فعالیت‌های سیاسی از آنجا اخراج گردید. با این وجود هواداران وی به او انجینیر حکمتیار میگویند. در سال 1971 به جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی پیوست، اما در سال 1975 میلادی از آن جدا شده و حزب اسلامی افغانستان را پایه‌گذاری کرد. پس از کودتای ثور با کمک‌های مالی سیا و سازمان اطلاعاتی نظامی پاکستان به یکی از اصلی ترین نیروهای ضد شوروی تبدیل شد. وی در کشتار و ترور چپی‌ها، ناسیونالیست‌ها و مخالفانشان در پاکستان، افغانستان و سایر کشورهای جهان دست داشت. حکمتیار گروهش را حزب اسلامی نامید. این حزب 70% کمک های جهانی که به خاطر جهاد علیه شوروی در افغانستان جمع می شد را جذب می کرد که اکثرش را در جنگ های داخلی با رقیبانش به مصرف می رساند. حکمتیار همچنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم عامل ترور خبرنگاران و روشنفکران و کسانی هست که از او انتقاد می کردند. در حزب وی اعراب که بعداً در شبکه القاعده جا گرفتند نیز شامل بودند. در بهار سال 1989 هیچ نشانه ای از سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان وجود نداشت. از این رو حامیان آمریکایی و پاکستانی گروه های مجاهدین نقشه ای را ضد دولت طرح کردند که توسط سفیر ایالات متحده در پاکستان و نخست وزیر وقت پاکستان بی‌نظیر بوتو برای تصرف جلال آباد برنامه ریزی شد. طرف های آمریکایی و پاکستانی هر دو یک پیروزی معمولی را آرزو داشتند. آمریکایی ها می خواستند که مارکسیست ها را تحقیر کنند و آنها را از افغانستان خارج کنند و در نتیجه انتقام سقوط ویتنام جنوبی را بگیرند. پاکستان از آن سو خواهان گرفتن انتقام از اتحاد جماهیر شوروی به دلیل حمایت از رقیب منطقه‌ای سابقش هند بود. در پی این جنگ ها که به جنگ جلال آباد مشهور است، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و تنظیم دعوت اسلامی سیاف همراه با حدود 10,000 عرب به شهر جلال آباد حمله و فرودگاه آن را تسخیر کردند. نیروهای دولت مرکزی با حمله به جلال آباد شکست سختی به آنها دادند و نیروهای ائتلاف حکمتیار بعد از دادن 10,000 کشته به کوه ها متواری شدند. این بزرگترین شکستی بود که در یک جنگ در افغانستان رخ داده است. در طول این جنگ ها حدوداً 3,000 نفر از افراد مجاهدین کشته شدند. همچنان بین 12,000 تا 15,000 غیر نظامی کشته شدند و بیش از 10,000 نفر افغانستان را در این زمان ترک کردند.
در سال 1991 در کودتای در همکاری با گروه خلقی ها تحت رهبری شهنواز تنعی وزیر دفاع وقت و محمد گلابزوی علیه حکومت دکتر نجیب الله دست داشت ولی ناکام گردید. در مدت جنگ های داخلی و از طرف عربستان سعودی، پاکستان و ایالات متحده کمک می شد. بعد از خروج ارتش سرخ از افغانستان، کمک های خارجی به گلبدین حکمتیار نیز قطع شد. نقش گلبدین حکمتیار در جنگ های داخلی افغانستان. حکمتیار دلیل مخالفتش با حکومت مجاهدین را موجودیت نیروهای کمونیستی عبدالرشید دوستان بیان می نمود، اما بعداً با دوستان و حزب وحدت شورای هماهنگی را به وجود آورد و دست به کودتا علیه حکومت وقت زد. این کودتا به شکست انجامید و غیر نظامیان زیادی در آن کشته شدند. در پایان قسمت‌های زیادی از شهر کابل ویران گردید. او یکی از مهمترین افراد در شروع و دوام جنگ‌های داخلی افغانستان به شمار می‌آید. و این شهر کابل را مستقیماً و به صورت علنی مورد بمباران قرار داد که باعث شروع دوره جدیدی از جنگ داخلی در افغانستان در سالهای 1992 تا 1996 شد. در طول این جنگ شهرهای کابل، هرات، مزار شریف و قندهار بیشترین میزان خشونت و تلفات را نسبت به شهرهای دیگر دادند و تنها در شهر کابل بیش از 50,000 غیر نظامی کشته شد و موج عظیمی از مهاجرت از افغانستان به خصوص شهر کابل آغاز شد. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار از سوی نهادهای حقوق بشری و فعال مدنی متهم به دست داشتن در کشتار غیر نظامیان در این جنگ شده است. به گزارش این گروه ها حکمتیار مسئول برخی از فجایع جنگ از جمله موشک پرانی ماه خود سال 1992 است. همچنان بر اساس گزارش کمیته بین المللی صلیب سرخ، حکمتیار به صورت مستقیم مسئول کشتار حداقل 1800 تن و زخمی کردن بیش از 8000 غیر نظامی است. نهاد بین المللی دیدبان حقوق بشر نیز او را به نقض حقوق بشر از جمله نادیده شدن اجباری مخالفان سیاسی در زمینه برنامه های آموزش و بهداشت برای زنان افغان در اردوگاه های پناهندگان در پاکستان متهم می کند. زندگی مخفی. حکمتیار پس از اشغال کابل توسط طالبان با برهان الدین ربانی به سمت شمال رفت و از آنجا راهی ایران شد و در تهران سکونت گزید. اگرچه پس از سقوط طالبان و خروج از ایران علیه این کشور موضوع گرفت، نمونه ای از موضوعگیری های او علیه ایران بیانیه ای است که در سایت آژانس اسلامی افغانستان در تیر ماه 1394 منتشر شده و در آن ایران را به دمیدن در آتش جنگ های فرقه‌ای و درگیری ها متهم کرده است. ایران رسماً اعلام کرده بود که حکمتیار را بنا به درخواست افغانستان و چند کشور غربی پذیرفته است. وی پس از سقوط طالبان و تشکیل دولت انتخابی افغانستان با حمایت آمریکا و کشورهای غربی از این حکومت و عملیات نظامی آمریکا انتخاب می نمود و جز یکی از نیروهای مخالف بود. پیمان صلح در سال 2016 میلادی و بخشش. در 22 سپتامبر 2016 حزب اسلامی با دولت اشرف غنی پیمان صلح را امضا کرد و بنابر بخشی از پیمان حکمتیار بخشیده شد و پس از حدوداً 20 سال به افغانستان بازگشت. زندانیان سیاسی حزب آزاد شدند و حزب اسلامی متعهد شد از افراطیان فاصله گرفته به قانون اساسی افغانستان وفادار بماند و علیه حکومت مرکزی اقدامی نکند. در 3 فوریه 2017 تحریم های بین المللی علیه حکمتیار رفع شد. او پس از سالها زندگی در خفا در یک نشست عمومی در ولایت لغمان حاضر شد و برای ترویج صلح در افغانستان سخنرانی کرد و ای در این سخنرانی رسانه ها را لعین خطاب کرد و در سخنرانی دومش برخی از رسانه ها را شریر دانسته و تاکید ورزید که باید جلو این رسانه ها گرفته شود. معاون اول و دوم رئیس جمهور افغانستان به استقبال او به شهر جلال آباد در شرق کشور رفتند. سرور دانش با شماری از مقام های ارشد دولت از جمله حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری در مراسم استقبال از حکمتیار حضور یافت و سخنرانی کرد. او بلند پایه‌ترین مقام دولتی است که پس از حضور حکمتیار در میان مردم با او دیدار می کند و رسما به او خوش آمدید می گوید. دانش در سخنرانی خود احترام به آراء مردم
تنوع قومی جامعه و مشارکت اقوام در ساختارهای دولتی و آزادی بیان را به عنوان اصول اساسی نظام سیاسی کشور یادآوری کرد. پذیرش قانون اساسی و ارزش‌های مندرج در آن از شرایط بنیادی مذاکره با حزب اسلامی بوده است. و آنها در توافقنامه آشتی با دولت رسماً آن را پذیرفتند. حکمتیار در سخنرانی خود تأکید کرد که تسلیم نشده، بلکه برای نجات مردم با دولت آشتی کرده است. او همچنان گفت که او از خارج وارد کشور نشده، بلکه از کوه‌ها به شهر آمده است. او افزود که برای وارد شدن به دولت تصمیم نگرفته است. دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان یا یونما از آشتی دولت با گلبدین حکمتیار استقبال کرده، اما نسبت به مسائل مربوط به عدالت انتقالی و حقوق بشر ابراز نگرانی می‌کرد. در 25 مه 2017 این دفتر اعلام کرد که درخواست رسیدگی به اتهامات حقوق بشری حکمتیار را دریافت کرده است. اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری 1398 هجری خورشیدی در افغانستان. گلبدین حکمتیار در 29 جدی 1397 و همراه فضل هادی وزین به عنوان معاون نخست و قاضی حفیظ الرحمن نقی به عنوان معاون دوم خود را برای انتخابات ریاست جمهوری 1398 ثبت نام کرد که وی با کسب 3.8% آرا انتخابات را به رئیس جمهور فراری افغانستان اشرف غنی واگذار کرد. این بود معلومات گردآوری شده در مورد گلبدین حکمتیار، رئیس و بنیانگذار حزب اسلامی افغانستان، توسط چینل یوتیوب AFG News. آرزو میکنیم معلومات گردآوری شده مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. برای حمایت از ما لطف کرده ویدیو را لایک نمایید، چینل یوتیوب خودتان AFG News را سابسکرایب کرده و برای بهبود برنامه های خبری من نظریات ارزشمند خود را در کامنت با ما در میان بگذارید. تا برنامه معلوماتی دیگر، شما را یکایک به الله منان امانت می کنم. ایام به کامتان. خداوند نگهدارتان.